تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنگی، سیاسی او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. سلام هموطنان عزیز، صبح افغانستان، شام امریکا بخیر. خدا کند جور و صحتمند باشین، در لباس عافیت بوده و خوش زندگی سپری بکنین. باز هم یک هفته گذشت و دوباره برنامه زندگی موفق شروع گردید. خوش آمدین تمام بیننده های عزیز ما، چی در یوتیوب هستن، چی در جادو تیوی هستن و چی در فیسبوک ما را بیننده هستند. صفا آوردین و خوش آمدین. اما گونه که در سکرین شما میبینین، موضوع برنامه ما فامیل هست. ما همیشه وقتی که شروع میکنیم و آغاز میشه زندگی ما شما، از فامیل شروع میشه. امی فامیل هست که ما معمولا پیش میریم. اگر فامیل نمی بود، زندگی بر ما و شما مقید می بود. فامیل هست که ما تربیه می شیم، دمو ما بزرگ می شیم و به پیش می ریم. پس هموطنان عزیز، بیاین اولا از فامیل بشناسیم. اگر روابط فامیلی را نیک و احسن نگه داشتیم، ما می تانیم در جامعه خوبتر و کامیاب به پیش بریم. پس لازم است بر ما و شما که شناخت فامیل، تربیه فامیلی و حرکات مناسب در فامیل است. در این مورد یک دو بیت شعر یادم آمد. میگه ای نسخنامه الهی که تویی، وای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون زتون است آن چی در عالم است، بیرون زتون است آن چی در عالم است، از خود بطلب هر آنچی که خواهی. پس ما اگر میخواهیم هر گونه زندگی بکنیم، ما مقید و قید در مفکوری خود هستیم. هر آن مفکوری که داریم، امور بیرو کشیده و همگیر به امو زاویه و به امو فکر نگاه میکنیم. این میشه زندگی اجتماعی ما شما. هر آن چیزی را که ما در اجتماع میپسندیم، او خوی اجتماعی ماست. چیزی را که در فامیل یاد میگیریم، او از تربیه ما هست. پس بیاین چقدر خوب است که آغازین کلمه زندگی ما از فامیل هست و در مورد فامیل خود معلومات کافی به خاطر پیشبرد موفقش داشته باشیم. خب، اولا این عنوان میتم برای بحث ما که محیط کدام فامیل سالم هست. محیط کدام فامیل سالم هست؟ اولی که روابط بینشان صادقانه و دوستانه باشه. اگر مادر بخواهد که طفل خود یک چند دقیقه آرام کنه و دروغ برش گفته بره و صادق نباشه در صحبت خود بر طفل خود، این جسود طفل دروغگوی به بار میاد. اگر پدر صادق نباشه در گپ خود، اینجاست که فرزند خدا، دلبند خدا به دروغ آغشته کرد. و اولین استاد دروغ ما همیشه پدر و مادر می باشد. اگر پدر و مادر به اولاد خود راست گفت، معمولا اولاد راستگوی عادت می کن. و اگر پدر و مادر برای به خاطر آرامی چند لحظه خود که آرام باشه، برای فرزند خود که دروغ میگه، اونموس که فرزندش دروغگوی به بار میگه. دیگه موردم، بهترین بستر به خاطر تربیت فامیل هست. بیشترم گفتم جایی که ما هم دو بی تربیت میشیم و هم با تربیت میشیم، فامیل هست. اگر محیط خانواده ما سالم باشه،
ما هستیم با تربیه و اگر محیط فامیل ما سالم نباشه، اعمال منفی را بزرگا و اعضای فامیل انجام بده، اون محیط هیچ وقت از لحاظ تربیه و فامیلی موفق نیست. اگر خرد به بزرگ و احترام داشت و کوچک به بزرگ احترام کرد و که بزرگ به کوچک ترحم کرد، اینجاست که ما میشیم ما هستیم در از لحاظ فامیلی خوش. ما وقتی که در فامیل میم، از بودن اعضای فامیل لذت میبریم، چون کیفیت که بالا رفت، لذت خود به خود به وجود میاد. پس یک محیط که سالم باشه در فامیل، همگی به یکدیگه احترام داشته باشه و هر کس حد و حدود خود را بشناسه، در اینجاست معمولا بستر خوبه به خاطر تربیت شدن و آرامش ما هست. موضوع دیگر، نگهدارنده ارزش های اجتماعی باشه. ارزش های اجتماعی معمولا از خانواده مد نظر گرفته میشه. دوستای ما که در افغانستان هست میبینن که بعد از نوبت شب اکثریت مردم در کوچه و بازار گشته نمیتونن. از دست جوانای ولگرده که یک چاقو و یا هم یک تفانچه غیرقانونی همراهش است و به زور چاقو و یا تفانچه از تو موبایل و چیزهای تجمع میکنه و از پیش تو را میبره. گفتم پیشتر که رونق اجتماع از فامیل شروع میشه و بیارزشی و ناکامی و بیبندوباری اجتماع هم از فامیل شروع میشه. اینجا این جوانایی که از خانه مبراید 10 بجه 11 بجه شب و مردم اذیت میکنه و لوازم قیمتی از وار از پیشان میگیره، تمام از یا یتیم نیست، تمام از یا بیفامیل نیست، همش فامیل داره. اگر پدر و مادر از یا پرسان کنه که 10 بجه شب کجا میری و مانی از یا شب که از خانه نبره، آیا که صبوری در شهر کابل و ولایت های افغانستان و دیگر جاها به وجود خواهد آمد؟ هرگز. چرا که بی‌بندوباری جامعه را ما در زمان تجربه میکنیم که در فامیل ها بی‌بندوباری باشه. پس امروز بزرگای فامیل ها مسئولیت خود را در مقابل جوانای خود تطبیق نمی کنن و مسئولیت پذیر نیستن در مقابل جوانا، امی هست که به بی‌بندوباری اجتماعی به وجود می. اجتماع جای است که فقط دروازه را باز می کنی که به نام کوچه بازار او را می شناسی. وقتی که دروازه ما محکم باشه، برآمدن از دروازه ما هدف داشته باشه، هیچ وقت در جامعه اشتباهات و بی‌بندوباری به وجود نمیاد. اما دروازه خانه ما اصول نداره، از همون خاطر است که در جامعه بی‌بندوباری به وجود آمد. دیگه هم باعث هویت فردی سالم میشه. اگر ما از فامیل خوب باشیم، وقت که در جامعه ابراهیم، همگی احترام ما را میکنن و بر ما ارزش قائل هستند. بعض همو خاطر است اگر ما میخواییم اگر در جامعه هویت سالم داشته باشیم، مرتبط است با حرکات هر اعضای فامیل ما. ما اگر فامیل ما بر همسایه ها و بر اجتماع ما ثابت شد که ما فامیل خوبی هستیم، وقتی که در بازار و کوچه میبریم، همه گی احترام ما را میکنن، چون هویت ما بر مردم اجتماع ما مثبت ثابت شده، چون ما از بهترین فامیل بودیم. و زمانی که ما از یک فامیل خدا ناخواسته بی‌بندوبار باشیم، هیچ کس در اجتماع بالای ما اعتبار نمیکنه، حتی قرض نمیتم کسی، مشکل ما را حل نمیسازن.
چون ما هویت مناسب در فامیلا نمی داشته باشیم. موضوع دیگه هم باعث جامعه سالم میشه. بیشتر تذکر دادم، ضرورت نیست تکرار بکنم که اگر هر فرد خانواده و فامیل مسئولیت پذیر بود، حد صحبت، حد عمل و حد تفکر خود را تعیین کرد، او بر جامعه مفید تمام میشه. اما اگر ای خصوصیات را در خود نگذاشت و بی‌بندوباری را ایجاد کرد، معمولا باعث بی‌بندوباری اجتماعش میشه. مورد دیگه هم، یک فامیلی که سالم باشه میتونه ضرورت های همدیگه خود مرفع بسازه و مشکلاتی که بین خودشان ایجاد میشه او را حل بکنه. یک جوان وقتی که در بیرو از خانه خود یک مشکل می داشته باشه، اگر پدر یا والد عظیم آدم با اصول باشه، معمولا مسئولیت میگیره و مشکل پسر خود را حل میکنه. دخترش کدام مشکل داشته باشه، خود پدر مشکل داشته باشه، مادر امرایش یا خانم امرایش کمک میکنه. وقتی که ما اگر میخوایم یک فامیل سالم داشته باشیم، باید مشکلات همدیگه خود را مد نظر بگیریم و یکی از اعضای فامیل ما وقتی که با مشکل روبرو میشه، با مشکل مواجه میشه، باید به خاطر حل و برداشت اون مشکل همراهش همکاری بکنیم، همراهش همدست شویم تا که از او حالت مشکل بیرون بیه و زندگی خود را نرمال به پیش ببره. پس یک فامیل زمان سالم شده میتونه که مشکلات همدیگه خود را از لحاظ عضو همو فامیل حل بکنه. و در ضمن حمایت کننده همدیگه باشیم. ما بعضی اوقات مشکلات همیشه این است که از لحاظ فیزیکی همراهش همدست شویم و مشکل از زیر حل بکنیم. بعضی اوقات مشکلات با وجود میاد که به مقاومت روحی و جسمی نیاز داره. ده اینجاست که چقدر پشتوانه ما پخته باشه، چقدر چند نفر و پشت ما باشه، اما قدر ما خوب میتونیم از او حالت مشکل خود بیرون ببریم. و زمانی که یک عضوی از فامیل ما نیاز به ای داره که گپشان باید تایید شود و چند نفر در پشتش استاد باشه و ای را اجازه بده بگه پیش برو، ما در پشت سر تکید کرده مثل دیوار استاده هستیم، در این صورت است که ما میشیم یک فامیل سالم. باید خانه را قسم این صدایم سر بزرگاست، خانه را باید قسم یک محیط بتیم، قسم یک حالت بتیم کو بستر آرامش به خاطر هر عضو فامیل باشه. اگر فرزند از مکتب یا پانتون میه، باید احساس بکنه که ما در خانه خوبتر میتونم درسم تکرار بکنم و وظایفی که در پانتون برای ما داده شد از لحاظ علمی، این بحث‌های علمی ما و یا این نوشته ما در آغوش فامیل بسیار به راحتی میتونم. دختر خانم که خسته می آید، او هم احساس بکنه که خانه راحت ترین جای است برای من. اگه این لباس فعلا عرق داده، در فامیل میتونم از این لباس نیک لباس راحت بپوشم و آزاد بشم. این احساس داشته باشه. پدر که خسته از وظیفه می آید، در این کوچه به عجله عجله بگذره و قدم ورداره، از این خاطر که چون خسته است و این احساس داشته باشه که خانه جای آرامش است برای من، جایی است که رفع خستگی میتونه. و خانم وقتی که از خانه بیرون میبره، دوباره تپ و تلاش داشته باشه که از من خانه مانده باید من به کارهای خانه برسم تا که زندگیم آرامش پیدا کنه، تا که ضرورت که دفعتن برم پیدا شده این مرفوع کردنش به غیر از خانه خودم و فامیل خودم دیگه جای شده نمیتونه. ما باید محیط خانه را ایگونه آماده بکنیم.
این در صورت میشه که ما به یکدیگر ارزش قائل باشیم، به یکدیگر احترام قائل باشیم. باید این احساس داده شود برای هر عضو از خانواده که بگه اگر خانم نباشم من زندگی کرده نمیتونم، اگر یک عضو از فامیلم نباشه من نیمه هستم. به این حد به یکدیگه ارزش قائل باشه و به یکدیگه احترام داشته باشه. یعنی مثل ما که 5 کلک در یک دست است، اگر هر کلک ما نباشه ما خود را کلمه معیوب حساب میکنیم و میگیم که ما معیوب هستم هر کلک نباشه، چون ما نیاز بر 5 کلک داریم که هر کدامش وظیفه مخصوص خود را انجام میده. امی احساس در بین اعضای فامیل ما هم باید باشه. وقتی که این احساس بود، دو صورت است که ما معلوم به یکدیگه ارزش قائل میشیم. خب موضوع دیگه که محیط کدام فامیل ناسالم هست. چی مواردی که در یک فامیل باشه ما میگیم که این خانواده چی است؟ ناسالم. نداشتن برنامه منظم برای فامیل هست. معمولا برنامه دادن در فامیل مربوط کسی میشه که مسئول امو فامیل هست، که اکثریت وقت به خاطر مسئولیت پذیری پدر یا مادر پیش قدم میباشه که مسئولیت پیش برد تنظیم کارهای یک فامیل به عهده میگیره. اینجا امانا پدر یا مادر به برنامه که بود نتانست که فامیل خود را مدیریت بکنه، ضعف اول از چی وجود می که برنامه ریزی برای فامیل خود ندارد. یعنی هر آن فامیل که برنامه منظم و پلانگذاری به خاطر حل مشکلات و پیش برده کارهای فامیل نداشت، او ما فامیل محیطش ناسالم است. دو مشخص نبود پدر چی کار بکنه، مادر چی کار بکنه، پسر چی کار بکنه، دختر چی کار بکنه و اطفال چگونه زندگی بکنه، با چی وقت درس بخونه و چی وقت تفریح بکنه. وقتی که برنامه ها مشخص نشده بود، اینجاست که جنگ و جدال، مشکلات روز به روز در دامنگیر او خانواده میشه. پس او فامیل ناکام هست و محیطشم ناسالم است، سازگار به این نیست که دو اطفال خوبتر تربیه شد و امید آینده برای اطفال از اون نباید داشته باشه. چون امو گونه که یک طفل در مکتب تعلیم یاد میگیره، تربیش میشه در فامیل که به یک جا بکنیم یک انسان سالم زمان تکمیل و سالم هست که هم تربیه داشته باشه و هم تعلیم. تعلیمش خود میتونیم داده در محیط های تعلیمی، اما تربیه مکتبش، پانتونش و گرفتن پروفسوری او فقط در دامن فامیل هست. پس محیط فامیل به خاطر تربیه دادن محیط مهم است که ما باید برنامه ریزی داشته باشیم. دیگه هم اونو محیط فامیلی ناسالم است که دو از لحاظ روانی، از لحاظ مشکلات ما نتانیم مشکلات همدیگی خود را حل کنیم. پدر نتانه مشکل پسر خود را در مکتب حل کنه، بیادر نتانه مشکل خواهر خود را در اجتماع حل کنه، مادر نتانه آرزوهای اولادای خود را برآورده بسازه، خانم نتانه خانه خود را
تنظیم بکنه، دکوریشن بکنه. هر کس در حد و توان و شوهر نتانه وظیفه خوب را داشته باشه تا که پول مصارف خانواده خود را بکشه. اینجا چون هر کسی که وظیفه خود را انجام دادن نتانست و مشکل یکدیگه خود را بگردن نگرفت، خانم مریض هست، کار خانه را نتانست و شوهرم بیایه بگه بر همه چیز بر ما آماده باشه و هم دست پیشی گمرش نکنه، در اینجاست که معلوم دار او روز در او خانه تنظیم و نظم وجود ندار. یعنی وقت که مشکلات همدیگه خود را بگردن عضو دیگه گرفتن نتانست و او را در وقت مشکلات تنها گذاشت و فرد یک فامیل اما تا فرد گونه تنها ماند، در اینجاست که او محیط فامیل حتما ناسالم میشه، چون ناهنجاری های با وجود میه. اگر دیگه عضو فامیل خوشم باشه، او شخص که در مشکل است خوشی های بودن با یکدیگر احساس نمیکنه. دیگه هم انعطاف پذیری اگر در بین فامیل ها یا اعضای فامیل نبود، در اینجاست که محیط ناسالم میشه. اگر پدر بگه که من خوب بزرگ خانواده هستم، در هر حالت باید من احترام شوم و گپ من با کرسی بینشنه و ایره درک نکنه که جوانا وقت که روز به روز جوان میشه و تجربه ندارن، معمولا آنقدر مسئولیت های کارها را گرفته نمیتونن تا که بر ازو فامانده نشه و وقت و مسئولیت کار را به عهده میگیره که فامانده شود، چون نه روش زندگی را بلد است و نه هم سختی های زندگی را داده دیده که خودش مسئولیت پذیر شود. باید برای هر جوان تشویق شود، موقع مساعد شود و آهسته آهسته سر ازو کار شود تا که مسئولیت کارها را بگیره، تا که عادت بکنه که انسان یک موجود سخت کش و زحمت کش در این جامعه باید باشه تا که زندگی راحت داشته باشه. به همون خاطر ما حرف بزرگاره داریم که بدون زحمت راحت وجود نداره. پس اینجاست که ما اگر شخ دماغ بودیم و بعض اوقات نگذشتیم از اشتباهات هم دیگر و همیشه صد خوبی یک کس را فراموش کرده در یک بدی محکم بگیریم، اینجاست که محیط همو فامیل خود به خود از حالت سالم بودن بیرون میبره و میره به طرف ناسالم بودن و جنجال ها. موضوع دیگه هم زیاد بودن توقعات است از اعضای فامیل. انسان امو گونه که نام ما هویداست در جامعه اسلامی که بنده هستیم و به نام بنده خطاب میشیم، چون بنده از بند گرفته شده، ما حد داریم که از طرف پروردگار ما بر ما تعیین شده، بند و مقید یک چارچوکات هستیم. نه از او چوکات بیرو برآمده میتونیم و نه هم در او چوکات ساکن استاده میتونیم. باید داخل همو چوکات تحرک و حرکت مناسب خود را داشته باشیم در هر عرصه زندگی. در اینجاست وقتی که توقعات از همدیگر زیاد شدن، خود محیط فامیل ناسالم میشه، به خاطر که من اگر از فرزندم چقدر توقعات بیشتر داشته باشم، اگر یک توقع مرا هم کم اشتباه بکنه، اینجاست که من از او دل سرد میشم و باعث از بین رفتن محبت فامیلی میشه. هر قدر هر عضو فامیل کار خود را به دوش خود گرفت و توقع را از دیگرها کم کرد و گذاشت که اعضای دیگه فامیل هم به میل خود زندگی بکنه و از مسئولیت های خود به بار بیه و همیشه زیر فشار کار شخص من نباشه، در اونجاست که احترام به وجود می خفه شدن خود به خود از میان و برداشت نمیشه و عوضش محبت فامیلی به وجود می. پس در
فامیل که محیطش ناسالم باشه، توقعات از حد گذشته و بیشتر از هم دیگر می داشته باشه. که نمی دلیل از وقتی که کارش صورت نمیگیره از همدیگه چی میشن؟ خفه میشن. پس اگر می خواهید که محیط فامیلتان سالم باشه، توقعات کم بسازید. دیگه هم موضوعی که محیط یک فامیل ناسالم می سازه، مسئولیت نگرفتن هر عضو فامیل است. اگر کل کار پدر روز مریض میشه و همه اعضای فامیل از زندگی خود پسمان میشه. اگر کل کار مادر یک فامیل یا خانم یک فامیل انجام میده و اگر روز مریض شوه همه زندگی ما پسمان میشه. محیط یک فامیل زمان سالم بوده میتونه که وظایف تقسیم شود و هر کس مسئولیتی که در مقابل وظیفه داده شده برش هست او را بپذیره. یعنی هر عضو ما در مقابل وظایف تقسیم شده مسئولیت پذیر شد. دو صورت است، اگر یک عضو یک فامیل مریض میشه ما از یک بخش زندگی متضرر میشیم. باز اگر میخوایم خوبتر محیط فامیلی سالم باشه، اینجاست که در وقت مشکلات او مسئولیت تقسیم بین دیگه اعضای فامیل میکنه. این هم اینجاست که زندگی ما پیش میره نرمال. دوباره وقت که او عضو فامیل ما راحت میشه، صحتمند میشه و دوباره به کار خود شروع میکنه، هم نرمال. او هم درک میکنه که در وقت مشکلات کار من این اعضای فامیل من را این پیش بود و احساس میکنه که به این فامیل من نیازمند هستم و دوباره باید امرای این فامیل من قطع اعضایش خوبی بکنم. پس اگر میخواین محیط فامیل شما سالم باشه، در وقت مشکلات همدیگر خود را قبول بکنیم و مسئولیت پذیر باشیم در مقابل کارهایی که برای ما تقسیم میشه. دیگه مورد مهمی که وقتی که محیط یک فامیل ناسالم میسازه، زیر پا کردن حقوق هم دیگر است. تو خرد هستی مهم نیستی، تو پیر شدی به درد نمیخوری، تو جوان هستی انرژی بیشتر داری کار مرم کن. در هر مورد که ما حقوق اعضای فامیل همدیگی خود را مد نظر نگرفتیم و حقوق کوچکترین عضو فامیل ما را هم زیر پا کردیم، در اینجاست که محیط فامیل ما خود به خود چی میشه؟ ناسالم میشه و از بین میره. پس هیچ وقت حق و حقوق هر عضو از فامیل را زیر پا نکنین تا که محیط خانواده ما ناسالم نشه. دیگه مورد هم بعض بزرگای فامیل هستن که هیچ وقت نمیگذارن به خاطر سپری کردن امرای اعضای فامیل. همیشه کار کردن و پول آوردن برای فامیل انسان را خوشبخت نمی سازه. پول فقط ضرورت هایی که در داخل خانه نیست و از بیرون ضرورت هست او را داخل خانه بیاریم، اونو ضرورت ها میشه توسط پول خرید. اما محبت فامیلی را، ارزش های اعضای فامیل را هیچ وقت با پول خریداری و به دست آورده نمیتونه. کلگی طفل نیست که با یک ده افغانی بتیش و او خوش شود و تو را دوست داشته باشه. او خصلت فقط در اطفال است. پس بزرگا با محبت پولی نه، با محبت انسانی و حقوقی میتونیم به خود نزدیک بسازیم. پس دوستای گرامی والی قدر،
کار بکنین، زحمت بکشین، الزامی است در زندگی ما. هر خانواده‌ای که میخواد، هر فامیلی که میخواد فامیل موفق و زندگی موفق داشته باشه، الزامی از کار بکنه. اما وقت گذاشتن به خاطر فامیل خود حتمی است، تا که از بودن هم دیگر آدم لذت ببره و بفهمه که به یک دیگر چقدر با ارزش است. اگر یک فامیل همیشه ببخشید دوستا، وقتی یک فامیل همیشه به یک مورال پیش میرفت و یک روش رو پیش گرفت، او روش در 2 سال 3 سال لذت بخش است که جدید است برای همه اعضای فامیل و از امتیازات و از او روش استفاده کرده و لذت میبره. اما ما باید حداقل سال یک بار، مثل که جهان روز و روز پیشرفت و مترقی شده میره، امو گونه باید روش های جدید را در زندگی فامیلی امتحان کرده بریم. اما اول فکر کرده نظر حتی کوچکترین عضو فامیله، امو که تازه صحبت کردن هم شروع کرده، از وام نظر گرفته، بعد از او یک روش مناسب با میل هم اعضای فامیل را در فامیل بیاریم و استفاده بکنیم. اگر از اول عمر تا آخر عمر در فامیل یک روش حکم فرما بود، او خانواده برای هر عضوش بعد از 5 سال محیط سالم نه، یک محیط خسته کن و همیشه از همدیگه خود فرار میکنه و هر کس یک گوشه خانه خود را میگیره و نمیخواد با هم یک جا باشه. چون جای فکر کردن، جای اندیشه کردن دیگه به وجود نداره، دیگه میانش نیست، چون همه نظرهایی که در روش بوده در 5 سال تمام شده. باید روش جدید، روش به میل همه اعضای فامیل باید مد نظر گرفته شد و از او استفاده شد. دیگه هم بزرگ تلقی کردن مشکلات کوچک است. امون گونه ما در یک دست خود 5 کلک داریم و هر 5 کلک هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ اندازه متفاوت هست. فکر کنین یک فامیل است و ای هم اعضایش. در فامیل هیچ وقت همگی با یک نظر و با یک مفکوره نیستن، نظرهایشان متفاوت است. معمولا امو گونه که نظرها متفاوت است، مشکلات هم به وجود میه و این مشکلات زمان حل شدنی نیست که یک عضو فامیل یک اشتباه رو مرتکب شو و دیگر او را به جای کمک کردن او مشکل بزرگ تلقی بکنه و او را تحقیر و تهدید بکنه و بگه تو چرا این کار کردی؟ کدام عمل انجام شده را ما برگشت شده میتونیم؟ هیچ وقت نمیتونیم. عملی که انجام شده باشه او را هیچ کس تغییر داده نمیتونه. دو، هیچ وقت تغییرات ایجاد شدنی نیست. پس از دوستا همی خواهش دارم، بجایی که مشکل یک دیگه را حل بکنیم، او را ما بزرگ جلوه میدیم. او را میخواهیم آنقدر بزرگتر بسازیم که حتی او دیگه هیچ وقت عمو عضو فامیل ما که او اشتباه مرتکب شده، او را هیچ وقت این مجال نمیتیم که دیگه هیچ وقت مشکل خود را برای ما نمیگه. همیشه مشکل خود را در اینجا مخفی خواهد کرد. اونجاست که ما بدسته مشکل را بزرگ کردیم. اما این را بدانین، وقتی که کسی می حرف مخفی خود را، حرف اشتباه خود را که اشتباه کرده و او را داخل قفس سینه
خلف کرده، او را به هیچ کس نمی و اعتماد میکنه، به خودت میگه. ارزش این حرف باید بدانیم. باید این را درک بکنیم که حتما ما پیش او شخص با ارزش هستیم که مشکل خود را به هیچ کس نگفت آمد بر ما گفت. آیا اینجا لازم است که مشکل از او را ما اعلان بکنیم، دگم بزرگتر بسازیم و یا بپردازیم برای حل از او؟ وقت که او شخص سر ما اعتماد کرد، ما باید ای قدرت و عظمیت ای حرف باید داشته باشیم که ما او حرف از او را تیپ نکنیم، مشکل از او را بزرگ جلوه نتیم، بلکه او را حل بسازیم. چون او شخص در بین این قفرات آمده سر ما اعتماد کرده، مشکل خود را بر ما گفته. و ای ظلم است که ما مشکل از او را حل نکنیم و برای از او دیگه هم مشکلش را بزرگتر تلقی کنیم. حالش هیچ وجود نداشته باشه و هنوز ما بگویم که ولد تو اشتباه کردی و او را دلسرد دیگه هم از زندگی بسازیم. چق انسان به شوق یک کار بکنه، اما قدر اشتباه کمتر از دو کار. و هر قدر یک کار جبری و با فشار بیرونی انجام بده، اما قدر دو کار اشتباه بیشتر میشه. شما وقتی که هر عضو فامیل خود را دلسرد میسازین و با او خشن رفتار میکنین، پس هر کار را که شما بالای از او انجام میتین، او جبری از بالای از او. او شاید از مجبوریت او کار انجام بده. پس منتظر باش که در او کار خود اشتباهات بیشتر هم مرتکب میشه. اگر ما باز یک عضو فامیل یک وظیفه را برش میسپاریم و میخواهیم که او کار انجام بده و مفیدیتش بر ما و بر فامیل ما بیشتر باشه، او مفیدیت زمان بیشتر میشه که او را ما تشویق بکنیم که تا امرای انجام دادن او کار محبت پیدا کنه و ارزش شب بفهمه. ده اینجا از هر کار دنیا میگونه هست. وقت که با محبت صورت گرفت، اشتباه کمتر است و پیشرفت او بیشتر است. دیگه هم مراعت نکردن روابط فامیلی هست. ما همیشه ادعا میکنیم روابط فامیلی امو احترام متقابل است و شناخت حد هر کس است. این را ما روابط فامیلی میگیم که کدام عضوره با کدام اندازه احترام باید بکنیم، کدام وظایف برش بسپاریم، چقدر توقع داشته باشیم و چقدر او را آزاد بگذاریم در کارهایش. چون این وجود انسان امو گونه که متفاوت هست، نیازهای وجودی هم داریم که حتی به اعضای فامیل دو حق نداره مداخله بکنه. او موضوعات انفرادی و انفرادی هست. بعضی ضرورتهای وجودی هست. در اینجا اگر ما حد نگذاشتیم به خاطر رفتار خود ما، که وی را درک بکنیم که او بعضی اوقات نیازهای وجودی شخصی داره، باید وقت بگذاریم تا که به اون نیازهای خود هم برسه و خود را ای قناعت دادیم که من همیشه باید به تعقیبش نباشم، همیشه باید در پهلویم نباشه، بگذارم او را بعضی اوقات تنها، چون صرف به ضرورتهای وجود تنهای خود برسم. این را میگه روابط فامیلی. بعض جواناس عروسی میکنه، ببینین که دیگر روز روابطش با پدر و مادر خراب شده. دلش پرسان کنی از پدر و مادرش که چرا از فرزندت خفه هستی؟ میگه حالا بچه ما عروسی کرده، بر ما وقت ندار. از فرزند اگر پرسان کنی چرا با پدر نمیرسی، به پدر و مادر ولد در زندگی مداخله میکنی. و اگر جستجو بکنی مشکل از کجا پیدا میشه، که احترام به روابط فامیلی و حد به خود تعیین نکرده. امو گونه که پسر پیش از ازدواج در اتاق پدر و مادر میخوابید و همه ریاض نیاز و راز و همه چیزش با پدر و مادر بود، او معلوم دار وقت که همسر گرفت
چون شریک در زندگی پیدا کرد. او لازم داره که اگه اندازه وقت خود را با شریک زندگی خود سپری بکنه. دیگه نیازهای خود را با پدر و مادر نه، با خانم خود باید حل کنه. چون یا خواستن که یک فامیل از خود تشکیل بتن و خود مسئولیت چند طفل را به عهده بگیرن. باید مشکل خودشان حل بکنه، بعض از اعضای جدیدی که در فامیل نو تشکیلی از یا به وجود میاد. اینجاست که چون پدر و مادر این قناعت را به خود نداده که فرزندیم آل درست است که عضو فامیلم است، اما او هم تشکیل خانواده داده و خود میخواه از خود فامیل داشته باشه و فرزند هم همه توجهش سون فامیل و تشکیل خانواده جدید هست، پدر و مادر را فراموش کرده. این را فراموش کرده که همو پدر و مادر است تا که این را انسان ساخته. فکر بکنین اگر ما را خداوند اگر در بطن یک گاو میداد آل گوساله می بودیم. اگر خداوند ما را خلقت ما را در بطن یک سگ میداد آل چوچه سگ می بودیم. ما را در بطن یک مادر تسلیم کرد که ما انسان هستیم امروز. این را باید درک بکنیم که اگر ما جوانا هم اگر از خود یک خانواده تشکیل میدیم، اما اعضای خانواده قبلی و یا کونه خود را باید فراموش نکنیم. ارزش و حد باید داشته باشیم. توازن بزرگترین حرفی است که دین مقدس اسلام بر ما همیشه تاکید کرده. توازن در هر کار باعث موفقیت انسان میشه. او خدا کنه روابط فامیلی باشه، خدا کنه روابط اجتماعی باشه و خدا کنه کار باشه و خدا کنه حتی غذا خوردن باشه. توازن یگانه ترین کلمه موفق است که در هر حرسه نقص نداره. حتی در محبت کردن با اعضای فامیل. بعضی والدین هستن یک پسر خود زیاد دوست داره، یکی را کمتر دوست داره. اینجاست که روابط فامیلی از خود از بین میره. توازن، توازن، توازن. موفق‌ترین کلمه‌ای که تا حال در بود روانی، در بود اجتماعی و در بود خانوادگی ثابت شده، توازن هست. توازن در هر عمل، توازن در هر کار، توازن در هر محبت، توازن در هر تقسیم اوقات. معرفی نمی‌کنم. از سوال جان تقاضا دارم در آخر وقتی که صحبت های ما خلاص شد، به خاطر که هموطن های ما خسته نشده باشه، یک آهنگ مست متنشر بکنه تا وقتی که سوال جان آهنگ آماده میکنه. بس ما میخوایم جمع‌آوری بکنم که زندگی را اگر میخواین موفق سپری بکنین، محیط خانواده را سالم بسازید. اگر ما محیط خانواده را سالم ساختیم، در این صورت است که ما انسان موفق هستیم و زندگی به میل ما پیش میره. این را دوستا باید داشته باشین که زندگی بالای ما هیچ وقت ظلم نمیکنه و هیچ وقت زندگی ظالم نیست. او ما هستیم که از زندگی چی گونه استفاده میکنیم. آیا از زندگی ما به این شکل استفاده میکنیم که از زندگی لذت ببریم و یا از زندگی خسته شویم؟ ما اگر تفکر خوب و عمل خود را کنترل کردیم، ما از زندگی لذت میبریم. ما اگر تفکر خود را و عمل خود را کنترل نکردیم، زندگی خود به خود برای ما سخت میشه و باز ادعا میکنیم که زندگی ما از زندگی لذت نبودیم. خود عمل نکردی که زندگی بر تو لذت بده. زندگی پاداش است، پاداش عمل ما. عمل خوب پاداش خوب، عمل بد پاداش بد. خب هموطنان عزیز، برنامه هفته بعدی انشالله برای حل می پردازیم که ما یک
محیط ناسالم یک خانواده و فامیل را چگونه و با کدام راه ها سالم بسازیم و چگونه بتانیم که محیط خانواده خود را سالم بسازیم، چون خانواده چیزی نیست که تبدیل شد. در محل وظیفه اگر خسته بودیم و میری وظیفه کنی یک جا دیگه وظیفه میگیری، اما فامیل ما هیچ وقت تغییر داده نمیتونیم و هیچ وقت ما فامیل را این گپ گفته نمیتونیم که ما فامیل ما تبدیل بکنم. یک شه تبدیل خود کردی، روابط قد خود کردی، اما هیچ وقت جای از او را پس پر کرده نمیتونیم. تغییرات ایجاد شدنی است، اما محبت هر کس در جای خود است. خدا کنه روابط فامیل ما و شما بهتر و بهترتر بوده باشه و این برنامه یک اندازه تاثیرگذاری بالای روابط فامیلی ما کرده باشه. تا قسمت دوم این برنامه فامیل، زندگی خوش آرام. تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدار. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي.